علی وارد خیمه نورانی شد و روبروی خودش امامش را دید. آن حضرت خطاب فرمود: ای ابوالحسن علی ابن مهزیار، شب و روز در انتظار دیدار تو لحظه شماری می کردم. چه شد که تأخیر کردی و به سوی ما نیامدی؟ ای تعجب میکنه علی ابن مهزیار. عرض کردم: ای مولای من، کسی را نیافتم که مرا به حضورت راهنمایی کنه. کجا باید میدونستم شما کجایی؟ آن حضرت با تعجبی همراه با پرسش فرمود: کسی را نیافتی که راهنماییت کند؟ سپس با انگشت مبارک روی زمین کشید و بعد فرمود: نه، راهنما نداشتن دلیل تأخیرت نیست، بلکه شما به مالندوزی روی آوردید. در برابر مستضعفان فخر فروشی کرده و با آنان به بی‌اعتنایی رفتار کرده اید. صله رحم را ترک نموده اید. پس دیگر چه عذری دارید؟ عرض کردم: توبه کردم، توبه، بازگشتم. این میشه علی ابن مهزیار. خواهش میکنم به تک تک این جملات دقت کنه. این دلیل اینی که ما به خدمت حضرت نمیتونیم برسیم. همین است. وگرنه این جملات خطاب علی ابن مهزیار، خطاب ماهام است. یعنی او برای دیدار ما لحظه شماری میکنه. چی مانع شده؟ خود ما. بلکه شما به مالندوزی روی آوردید. یعنی مبنای صبح بیدار شدن تا شب خوابیدن پول بود. اصل پول بود. در برابر مستضعفان فخر فروشی کرده. یک کت شلوار نو تنت کرده در کنار مردم رد می شدی، باد تو دماغت می انداختی، ماشین سوار می شدی پوز می دادی، زیرچشی نگاه می کردی نگات می کنن یا نه، رفتی فلان اداره رئیس اداره رو براش هم راست شدی، رئیس دفتره رو ندیدی، مستخدم اون اداره رو اصلا ندیدی، یادت رفت ازش یه تشکر کنی یه چای برات برداشت برد. چرا؟ رئیس اداره است، آقای دکتر حاج آقا سردار کیه؟ بله، حضرت نسبت مردم حساسه، مردم رو عائله خدا میدونه، شیعیانشن، محبانشن، او حریص بر هدایت آنهاست. علت غیبت ما این، و یعنی امام زمان میاد به من شما سر میزنه اگر درست میگودیم.